یکی از دوستان خون روی خط هستن، در خدمتون هستیم. با سلام به شما. با درود به شما و تمام شنونده های این صدا. سلام خانم. سلام به شما. دوستان عزیز، ما روی خط مادر فرزان نو داریم. فرزانم همونطور که میدونید الان دبی هستش و به اصطلاح توی زندان هست و ما خواستیم که از مادرشون بیان روی خط که توضیح کامل بدن، چون گویا دو روز بیشتر نمونده از اینکه دادگاه آخر داشته باشن و یه سایتی هست توی اینترنت که اونجا دوستان میتونن برن و یه امضایی بکنن و این باعث میشه که کمکی بشه که حداقل سوئد یه حرکتی انجام بده که بتونن بیارنش اینجا برای دادگاه. خب خانم، خط بازه، هر چی دوست دارین شما میتونین تعریف کنین. بله، با درود مجدد به تمام شنونده‌های این صدا. اول باید معذرت بخوام از اینکه این موقع شب بخوام وقتشون رو بگیرم و یه همچین موضوعی رو عنوان بکنم روی خط رادیو، ولی فکر میکنم همه این رو درک بکنن که الان ما در چه شرایط سختی هستیم و چه روزها و چه ساعتهایی رو میگذرونیم. من 2 هفته پیش خودم دبی بودم، تو جلسه دادگاه حضور داشتم زمانی که فرزان رو آوردن و وکیلش میخواست دفاعیش رو انجام بده. متاسفانه ما 1 لغت از دفاعیه وکیل متوجه نشدیم، چون همه چی به زبان عربی بود و حتی خود فرزان هم هیچی متوجه نشد، چون همه چی به عربی گفته شد. و بعد از چندین ساعت که وکیلش تونست متن دفاعیه رو به ما بده و ما ترجمه بکنیم، تازه بفهمیم که حالا اونجا چه گفته شده و چه شنیده شده توسط وکیل و قاضیایی که نشسته بودن. بله. حالا اصلا روزهای سختی بود. من اونجا بودم، تونستم فرزان رو ملاقات بکنم. صحنه خیلی سخت و عذاب‌آوری بود، که صحنه‌ای که همه توی فیلم‌ها می‌بینن، ولی خب من اینجا تجربه کردم با پسرم پشت شیشه در یک کابین که بتونم باهاش حرف بزنم و حتی اجازه ندادن که من بخوام حتی دستش رو بگیرم. اونجا اینقدر چیز بود، حتی با اون سیستمی که سفارت برای من یه ملاقاتی رو مهیا کرده بود، ولی باز هم اجازه ندادن در واقع. بله، متاسفانه روزها و ساعتهای خیلی سختی بود، ولی خب من برگشتم خونه هستم و این ساعتها رو میگذارونیم تا 4 شنبه که بخواد جواب حکم بیاد و ما ببینیم که اون قاضی هایی که اونجا نشسته بودن چه رأیی رو برای فرزان صادر میکنن. در طی تمام فعالیتهایی که تو این مدت شده، هنوز اون سایت supportfarzan.com هنوز به راه هستش. ما هنوز امید داریم که تعداد امضاها هرچی بیشتر و بیشتر بشه و الان تقریبا حدود 60,000 تا، خیلی نزدیک به 60,000 تا هستش که بتونیم این امضاها رو جمع بکنیم. و هنوز هم دیر نیست، هر کس که این کار انجام نداده هنوز هم میتونه این کار انجام بده و به سایت supportfarzan.com بره و اون صفحه رو امضا بکنه. و یک مورد جدید هم هستش که افرادی که توییتر دارن و آشنایی دارن به این ماجرا و قضیه توییتر، اونجا هم تو فن پیج فرزان تو قسمت فیسبوک که آدم وارد میشه فرزان عطری رو که سرچ میکنه، فن پیج فرزان که میاد، اونجا کاملا توضیح داده شده که به چه شکلی ما بخوایم این اطلاع رسانی رو در توییتر داشته باشیم، که از این طریق افرادی که از این طریق در توییتر این رو پخش میکنن و شیر میکنن مستقیم به توییتر خود شیخ محمد و نخست وزیرشون و کاربیلد نخست وزیر امور خارجه سوئد این موضوع میره، یعنی به این 3 نفر دیرکت برای توییترشون پخش میشه و اونها میبینن که برای فرزان ساپورتی که از فرزان میشه و میتونه خیلی مؤثر باشه در واقع در این ساعتهای آخر. بله. که بتونیم به فرزان کمک بکنیم و
شاید برای لحظاتی آرامش بهش بدیم. اتفاقا چند لحظه پیش فرزان زنگ زد، صدای خیلی غمگینی داشت، خیلی ناامید، خیلی منتظر، مضطرب. و فرزان 3 سالشه، ولی من تو این 3 سال انقدر این بچه رو مضطرب و نگران ندیده بودم و صداش رو به این شکل ناامید نشنیده بودم. امیدوارم که این ناامیدی ها یه روزی تموم بشه با کمک همه هموطنان خوبمون، تمام فارسی زبانان، اونهایی که صدای من رو میشنون به عنوان یک مادر. میتونم یه سوال بکنم؟ هم بفهمید. خواهش میکنم، چقدر میتونه تأثیر بذاره این کمک ها؟ این امضاها هرچی بیشتر بشه، این توییتی که الان هستش بچه ها ردیف کردن، هرچی بیشتر بشه به برای کاربیل و شیخ محمد این اطلاعات بره، اینها میتونه مؤثر باشه که عدالت در مورد فرزان برقرار بشه. ما از روز اول هم گفتیم ما نمیخوایم که بیاد یک دفعه قانون شکنی بشه، یک اشتباهی انجام شده، ولی این اشتباهی که انجام شده حکمش به این اندازه نیست که اینها صادر کردن. درست. حبس ابد نیست. توی سوئد این جرم 6 ماه تا 1 سال زندانی داره، ولی الان فرزان محکوم به حبس ابد هست، یعنی حداقل 25 سال فرزان باید اونجا بمونه با اون سیستمی که اونجا هست. و تمام خبرهایی که از زندانهای دبی میرسه، اگر روزنامه مترو رو که مقاله‌ای در این باره داشت شما خونده باشین، یعنی هر لحظه آدم دلشوره و نگرانی داره که آیا برای فرزان همین اتفاقات میافته که یعنی هر لحظه میتونه عذاب‌آور باشه و شکنجه آور که این بچه اونجا هستش. ما تقاضامون این هستش که فقط دولت سوئد بخواد، بعد چون همش گفتن بعد از حکم آخر، ما امیدواریم که چهارشنبه هر اتفاقی که بیفته دولت سوئد دیگه اون وقت خودش رو مسئول بدونه که بخواد از شهروندش دفاع بکنه و وارد قضیه بشه و بخواد فرزان رو از اونجا بیاره بیرون، پای میز مذاکره بنشینن و صحبتی بکنن. و ما حداقل بدونیم که فرزان میاد توی سوئد، اگر قرار زندانی باشه حداقل اینجا باشه، جایی باشه که ما بتونیم شاید 2 هفته یه بار، 3 هفته یه بار، 1 هفته یه بار، حالا هر سیستمی که اینجا هست آدم بتونه بره ببینش. چون من برای دیدن فرزان برای 1 روب در اون کابین 8-9 ساعت پرواز داشتم، رفتم و 9 ساعت برگشتم. شما فکر اینو بکنین که اصلا امکان پذیر نیست. یا حالا من یه آدم سالمی بودم این کار کردم، پدر فرزان که اصلا نمیتونه این کارو بکنه، یعنی اگر فرزان اونجا بمونه برای 20 سال، تو این 20 سال شاید پدرش اصلا امکانی این رو نتونه داشته باشه که بخواد فرزان رو ببینه و این واقعا عذاب آوره. و حداقل دولت سوئد کاری بکنه که فرزان بیا تو خاک سوئد و زندانیش رو بکشه، عدالت به این شکل بتونه برقرار بشه، یا حداقل حکمی که صادر میکنن بر اساس جرمش باشه، نه بر اساس جرمی که اون انجام نداده. بله. این امضاها فقط کافیه اسمشون رو بنویسن دیگه، درست؟ توی supportfarzan.com باید اسم، فامیل، ایمیل آدرسشون و شهری که زندگی میکنن رو بنویسن و اون رو امضا بکنن. کاملا قسمت راست صفحه، وقتی وارد supportfarzan.com بشن، قسمت راست صفحه مشخص است، یه مستطیل قرمز رنگ هست به روش نوشته ساین، بالای اون اسم و فامیل، ایمیل آدرس و شهرشون رو که بنویسن، ساین رو به کلیک بکنن، اون امضا میشه و بعدن یه بکرفتلسه برشون توی ایمیلشون میاد که شما این کار رو انجام دادی. بله. و حالا باز مجددا تکرار میکنم که تو فن پیج فرزان توی فیسبوک، وارد فیسبوک آدم میشه، فرزان اطهری رو سرچ بکنیم، فن پیج فرزان که میاد، اونجا راجع به توییتر هم کاملا توضیح داده شده که به چه شکلی از قسمت توییتر بخوان وارد بشن و شیر بکنن، که الان در واقع یه قسمتی هستش که بچه ها خیلی روش حساس هستن، فرزان خیلی روش حساس هستش، که این هم انجام بشه اگر که دوستان لطف بکنن و این زحمت رو هم بکشن.
چند دقیقه کار داره، فقط شاید بتونه تاثیرگذار باشه در حکم فرزان. ایشالا که درست میشه و اگر کاری چیز دیگه ای باشه ما در خدمت شما عزیزان هستیم. ممنونم، لطف کردین از وقتی که به من دادین. شب خوبی رو برای همه آرزو میکنم و امیدوارم که دل همه پدر مادرها شاد بشه، به اضافه دل ما و خانواده ما هم بتونه خنده رو به لبش بیاد. ایشالا. ممنون از وقتتون. خواهش میکنم. خوش باشه. خدا نگهدار. خدا حافظ.